ایران، به راستی جز عظمت نام خودت کدام واژه الکن میتواند توصیفگر همه شکوه و قدمتت باشد؟ سبزی جنگل‌هایت، زردی کویرت، آبی آسمان و دریاهایت، استقامت کوه‌هایت و رنگ سرخ خون سربازانت همه در هجای نام بزرگ تو پنهان شده. در هجای نام ایران. ای استوار و برقرار، در برابر گزند همه هجوم‌هایی که در هیچ قرن و هزاره‌ای توان کاستن از استقامت و پابرجایی تو را نداشت، چه پیشه‌ای از تو زبان زده است جز مقاومت؟ مگر جهان و روزگار را بدون نام تو می‌شود تصور کرد؟ ای ایران، ای سرزمین اسطوره‌ها، خونیاگر گذشته ها، سرگذشت تمدن ها، چه شکوه بی پایانی از گذشته تا کنون همراه و هم نام توست. فر و فتح از نام تو سرچشمه می گیرد. چه دلدادگان و چه تنهای شریفی که بر خاک فتادند و خاک شدند تا از جاودانگی خاک و سرفرازی مردانت کاسته نشود، تا شأن نام بلندت لطمه ای نبیند. ایران، 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 اسطوره ها، پهلوانان و قهرمانان همه به عرق نامداری نام تو جانفشانی کردند. مگر بزرگتر و جانبخشتر از نام تو در جهان نام و جغرافیایی میتوان یافت؟ تویی که تاریخ همچنان در برابر عظمتت سر فرود آورده و با احترام به ذره های خاک خون چشیده و رنج کشیده‌ات ورق میخورد. اینجا ایران است، استان کهگیلویه و بویراحمد، دو سرزمین در یک نام، کهگیلویه و بویراحمد. سرزمین دلیران، قهرمانان، اسطوره ها و دیار دیرین شیرمردان. سرزمین چهار فصل، سرزمین آب و آبشارهای خروشان، سرزمین دشت‌های سرسبز و افسانه‌های اساطیری، سرزمین نامداران رجزخان و پهلوانان دلبسته به عهد و وفای تیر و کمان و گذشته از جان. مگر می‌شود این سرزمین را بدون حماسه اسطوره‌ها تصور و تعریف کرد؟ سرزمینی محصور در دل کوههای بلند، حصاری از زاگرس همیشه سبز، حصاری از دنا، حصاری از درختان بلوط، حصاری از شکوفه های سیب و بوی ناب آویشن دشت. از شهر یاسوج یا همان پایتخت طبیعت ایران گرفته تا غار دهشیخ در شهرستان دنا، پلهای تاریخی پاتاوه، تنگ ماغر،
ارتفاعات سر به فلک کشیده دنا و گردنه افسانه‌ای بیژن همه حکایت از زیبایی و شگفتی این دیار دارند. اینجا محل تلاقی ارتفاعات زاگرس میانی و جلگه‌های حاشیه خلیج فارس است. تو را سرزمین زاگرس باید نامید یا دنا. تویی که به اندازه عظمت کوه دنایت گنجینه‌ای از قصه در دل داری. به اندازه سرسختی‌هایش، به اندازه رنج‌هایش، به اندازه همه لالایی‌های رسوب کرده در بین صخره‌هایش. بگو که دنا کوه همیشه صبور دردهای نهفته سرزمین توست. استان کهگیلویه و بویراحمد با وسعتی در حدود 16,000 کیلومتر مربع در جنوب غربی ایران واقع شده است که از شمال با چهارمحال بختیاری، از جنوب با فارس و بوشهر، از شرق با فارس و اصفهان و از غرب با استان خوزستان همسایه است. روایات مختلفی در وصف نام کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که هر کدام در خود گویای معانی و خدمت این سرزمین است. کهگیلویه پیش از ظهور اسلام یکی از مناطق پنجگانه فارس به شمار می رفت و ناحیه قباد به نام مرکزش ارجان نام داشت. چهار ناحیه دیگر در برگیرنده اردشیرخوره، استخر، دارابگرد و شاپورخوره بودند. در حمله اسکندر مقدونی به ایران در سال 331 قبل از میلاد، زمزمیجان یکی از پنج قبیله بزرگ فارس به اطاعت جیلوی نامی که از کوره استخر به محل آنان رفته بود درآمد. پس از آن این زم به مناسبت جیلویه و آل جیلویه که بر آن حکومت می‌کرد، زم جیلویه خوانده شد و احتمالاً از قرن سوم هجری قمری به بعد قسمتی از کهگیلویه کنونی که زم جیلویه در آن زندگی می‌کرد، کوه جیلویه نامیده شده است. یاسوج، تپه شهدا. تل شهدا یا تپه شهدا در شمال شرقی شهر یاسوج بر بلندای مشرف به شهر یاسوج واقع شده است. در دل این خاک فرزندانی آرمیدند که بیداریشان را فدای برقراری این خاک کردند.
فرزندانی که برای برافراشته نگه داشتن این پرچم سرنگ خون خیش را فدا کردند تا این پرچم همواره بر اهتزاز باشد و سفیدی و سبزیش آراسته به صلح و آبادی. تله خسرو در زبان محلی یا تله خسرو مکانی باستانی در 5 کیلومتری جنوب یاسوج است. در متون جغرافیایی قدیم از محل فعلی شهر یاسوج با عنوان تله خسروی یاد شده است. بر اساس روایت‌های محلی که خسرو کاخی بر سر این تل یا تپه بنا نهاده بود که آثار آن به صورت عمارتی با آجرهای زرد چهارگوش مشاهده گردیده است. این مکان به پیش از دوره هخامنشیان تعلق دارد. بنیاد این تل که متعلق به هزاره سوم پیش از میلاد است، در سده نهم و دهم هجری قمری مورد استفاده قرار گرفته که بومیان آن را به کیخسرو فرزند سیاوش از پادشاهان کیانی نسبت می‌دهند و افسانه این تل قرن‌ها سینه به سینه نقل شده و اکنون نیز در بین مردم بومی ساری و جاری است. آریو برزن، سردار بزرگ پارسی، آن نامدار و سردمداری که به پاسداری از خاک این وطن با اندک سپاهش در مقابل سپاهیان اسکندر مقدونی دلاورانه از میهنش دفاع کرد و بسیاری را به خاک نشاند و سرانجام تلاشش عقب نشینی لشکر اسکندر شد. بازار یاسوج. قدم در بازار که میگذاری به هر طرف که نگاه میکنی رنگ میبینی و رنگ. رنگین کمانهای متعددی که از افق چشمانت عبور میکنند و تو را به جادوی خود میکشانند. این همه رنگ از کجا سرچشمه گرفته؟ خواستگاه این تراوت را در کجا بجز طبیعت میشود جستجو کرد؟ مگر می شود در سرزمینی اینچنین رنگارنگ و اقلیمی اینچنین خاص زندگی کرد و با رنگهای شاد عجین نبود؟ این رنگها از کوهها، دشتها، جنگلها و چشم ساران نشأت می گیرند و سرمستانه به زندگی مردمان این سرزمین می رسند.
پوشاک و لباس محلی زنان از جمله جذابیت‌های بومی این استان است و این جذابیت باعث شده که مردمان این دیار هنوز به پوشاک سنتی و محلی خود پایبند بمانند و این گونه از خطر نابودی دورش کنند. استفاده از این لباس‌ها در بیشتر اوقات و به خصوص در جشن‌ها و مجالس عروسی مرسوم است. پوشش و حجاب کامل و تنوع رنگ‌ها و پارچه‌ها جلوه خاصی به لباس محلی زنان در این استان بخشیده است و هماهنگی رنگ‌های آن در کنار طبیعت زیبا و دامنه زاگرس شمیم نشاط و شادی وصف ناپذیری را پخش می‌کند که محدود به کوه و روستا نیست. تنگ مهریان. چون پرندهی سبکبال بر فراز آسمانت پرواز می کنیم و از روی کوه ها و دشت های سرسبزت عبور می کنیم. در میان انبوه درختان تک درخت های سبز و استوار بلوط پشت پرچین گندمزارها این چونین زیر نور خورشید ایستادند و زمزمه نوای آبشار به آنها امید سیراب شدن می دهد. روستایی در شهرستان بویرحمت، بخش مرکزی و دهستان سررود شمالی. تنگ مهریان میان رودخانه مهریان در شرق و کوههای دنا که در شمال آن قرار دارد محسوب شده است. جنگل‌های انبوه و پوشیده از بلوط، بنه، سپیدار، افرا، چنار و انگور وحشی سایه‌هایشان را روی زمین گستردند. عبور از تنگه مستلزم چندین بار عبور از آب نهر خواهد بود، چرا که با چند متر پیاده روی در هر سوی نهر مسیر پیاده روی به صخره های مجاور نهر منتهی شده و ناگزیر به انتخاب سوی دیگر نهر برای پیاده روی خواهی شد. در ادامه به تنگ بسیار زیبایی به نام تنگ کبوتری میرسی که عرض این تنگ به کمتر از 10 متر میرسد. پس از آن از میان سنگ ها عبور می کنی تا ببینی چون این آبی از کجا سرچشمه می گیرد. به این آبشار که می رسی خنک‌های نسیم را با جان و دل احساس می کنی. در میان دره‌های عمیق و سایه‌سار کوه‌های دنا، از میان شکاف سنگ‌ها، از شکاف کوه‌های سیقل داده شده چشمه‌ای بیرون می‌آید که قطره قطره‌اش دل سنگ‌های خارا را صاف می‌کند
و با جریانش در طول مسیر رودی را به وجود می آورد که با پیچ و قوس و حالت مارپیچی خاص در دره‌ای نچندان عمیق مانند یک فرش سبز مواج بر زمین نقش بسته است. آنجاست که صدای آب روح و جانت را جلا می دهد. آب این رودخانه ناشی از ذوب شدن برف از منطقه کاکان می‌گذرد. قسمتی از آب شفاف و زلال رودخانه مهریان از چشمه‌های تنگ که به کبوتری معروف است سرچشمه می‌گیرد و پس از طی مسیر به رودخانه بشار یاسوج و همچنین رودخانه کارون در استان خوزستان فرو می‌ریزد. تنگ گنجه‌ای. منطقه گردشگری تنگ گنجه‌ای در 13 کیلومتری شهر یاسوج و در مسیر جاده یاسوج به سیسخت در دره‌ای با درختان چنار تو در توی بسیار مرتفع و پوشش جنگلی درخت بلوط واقع شده است. هوای بسیار خنک و مطبوع و عبور رودخانه از مسیر بین دره و از لابلای درختان سر به فلک کشیده چنار این منطقه را به محل گردشگری بسیار زیبایی تبدیل کرده است. این تنگه در منطقه‌ای به نام روستای گنجه‌ای واقع شده است. به همین علت آن را تنگ گنجه‌ای می‌نامند. درختان تنومند و سر به آسمان ساییده‌اش سایبان چشمه‌های جوشان و خنکی است که از دل صخره‌ها و سنگ‌ها جوشیدند. از پس این درختان تنومند خورشید پرتوش را به سختی میتواند به زمین برساند، چرا که پیش از رسیدن انگشتان نوازشگر آفتاب به درختان، این درختان سر به فلک کشیده هستند که دستان او را به مهر گرفتند. به راستی که پروردگار با چه ظرافتی چنین نقشی را نقاشی کرده و چه رویای قابل لمسی را با سمفونی آب و نوای خوشالهان پرندگان در لابلای شاخ و برگ‌های سبز رقصان پدید آورد. موزه یاسوج. چه تاریخ بخوانیم چه به موزه برویم،
در هر دو صورت برگی از تاریخ ورق می خورد تا ما به تجربیات جدیدی از روزگار کهن برسیم. تجربیاتی که چه خوب و چه بد، چه شیرین و چه تلخ، روزگاری بر مردمان این سرزمین گذشته و اکنون شیرینی تصویرسازی و تخیلش باقی مانده. شیرینی که با افتخار میتوان به آن نگاه کرد و آن را جزئی از تاریخ و فرهنگ خود دانست. اینجا هر شیء به ظاهر کوچک سرگذشت بزرگی دارد. نظیر خنجر و یا شمشیری کهن که پهلویی دریده و ماجرایی ناگوار را پشت سر گذاشته و اکنون تنها با طراحی و ظرافتش جلوه‌گری می‌کند. در این موزه اشیای فلزی شامل انواع ظروف فلزی، نظیر کاسه، جام و گلدان، ابزارآلات جنگی مانند خنجر، شمشیر، پیکان و زیورآلات تزئینی مانند مهره‌ها، گوشواره‌ها، حلقه‌ها و علنگوها، سکه‌های دوران ساسانی و متعلق به پادشاهانی چون خسرو دوم و سکه‌های دوره الیمایی و چند مهره از دوره ساسانی نگهداری می‌شود. یکی از برجسته ترین اشیایی که در موزه یاسوج نگهداری می شود، قطعه ای از نقش برجسته شاپور اول ساسانی است که روی سنگ حجاری شده است. پرتوهای خورشید از پشت کوه دنا قد علم می کنند و با ناز و تنعم بر جانش می تابند و این گونه سلامشان را به او می رسانند و ظلمت شب را از حجم قامتش کوچ می‌دهند. گویی شرقی‌ترین حیات خورشید از پشت این کوه‌های بلند زندگی بخش می‌شود. گویی تمام رویاهای شبانه برای تعبیر زیبا و جاودانه اینجا به صف ایستادند. پرچمت همیشه بر فراز، دشت‌هایت سبز، کوه‌هایت استوار، رودهایت روان، چشم سارانت جوشان، مردمانت سرزنده و پاینده، اسطوره‌هایت جاودان، کشتهایت پربار، ای کهن دیار، ای ایران.